بچه ده که اتون پول دارن بدبخ شدن چون بر شکست کردن. اینا اکثرا با پول بانکا کار میکردن. یارو اگه مثلا 100 میلیون تومن پول داشته 50 میلیارد هم قرض گرفته بوده، الان که شوت شد همشون شوت شدن. و پاشین حقتون رو بگیرین، پاشین از این آرات یاد بگیرین بپرین. من یادم اون سالا ما بچه بودیم گفتن تیمور شکست میخوره بعد میره توی خرابه فرار میکنه که نهیم بگیرم به گوشن جوم هم توی خرابه نشسته شمشیر شمجیر دستش گرفته وایس داره مثلا بیرده یه میبینه که این مورچه داره چیز برداشته واسه بچهشو بالا ببره تو سوراخی تو هی میره هی میفته سن تا آخر چیکار میکنه؟ میرسه تیمور میگه منم میرسم و پا میشه میره می جنگه دوباره موفق میشه. ملت ایران شما باید از آرات یاد بگیرید. این فیلم آراتی که بهتون نشون میدم هم زمان کنارش دو تا فیلم دیگه هم به شما نشون میدم که ببینید بچه فقط بچه شما نیست که اگر یک کاری کرده بگید نابغه ی دنیاست. نابغه داریم اینقدر که چی؟ برای اونایی که نابغه میشن آموزش یافتگانی هستن که نیرو میذارن رو اون بچه رو میسازن. بچه رو تو میسازی جدا از این که به دنیا تو مدرسه که همه چیز یاد نمیگیره. ما در آیین اوستا، حالا بهتون میگم، در آیین اوستا اصلی ترین مسئله خانواده است. حالا از شما در این فیلم آرات رو بگیرید تا همه تون روگه بگیرید، عشق بگیرید، شور بگیرید. و بعد دو تا فیلم دیگه هم بهتون نشون میدم از بچه هایی که واقعا استثنایی هستن. با هم میبینیم. آفرین. در ایران فهمیدیم خوب؟ دختر گلم خوب دقت کنیم. علت علمی و روانشناسی. علت اینه درصدی از پسرها که تعدادشون زیادن بیکارن، درصدی بیارن، درصدی بیبند و بارن، میمونه 10%. چون 10% هم خودشون زیر ابرو بردشن چشم برای خواستگارم که یکی بیاد خودشو ببره. برو برو. حالا که اینها رو دیدید